بسم الله الرحمن الرحیم. پوانتو نجامی، پانزه انجینری، مضمون معادلات تفاضلی به سمستر چهارم معادلات تفاضل به سمستر چهارم پانزه انجینری با ما استاد غلام حسن ادری بسیار بسیار خوش آمدین. درسی که ما شما داریم اکویشن ریدیوسیبل تو لینیر، یعنی معادلات که به لینیر چکار میشه؟ تبدیل میشه. ما شما این معادلات چکار میکنیم؟ به لینیر تبدیل میکنیم. برزی که این معادلات به لینیر تبدیل کنیم، سوال داده شده شکل عمومی لینیر بیاد ما شما هست. شکل عمومی لینیر نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که dy بر dx می نویسیم که dy بر dx مثبت py مثل میشه به چی؟ مثل میشه به q. این شکل عمومی لینیر باشه. این معادله که داده شده این معادله معادل لینیر نیه. ما باید این معادله به چی تبدیل کنیم؟ به لینیر یا به خطی تبدیل کنیم. باز بعد از اون کار کنیم. خب برای اینکه به این کار مثلا ما دست پیدا کنیم، اولین کاری که میکنیم اطراف همین رابطه رو تقسیم چی میکنیم؟ تقسیم کوساین وای میکنیم. وقتی که تقسیم کوساین وای بکنیم به این قسمت ما شما چی به دست میاریم؟ یعنی حداقل این حد که هسته پیور ایکس یا خالص ایکس میشه، یعنی کوساین مربع ایکس تنها باقی میمونه. باز به قسمت حدود بعدی هم که هسته چیکار میکنیم؟ تصمیمات خود میگیریم. پس من کسرار که نیاز دارم، یک کسر برای یکی اول، جمع کسر یکی دوم، مثلا میشه یک کسر برای یکی سوم. اینجا نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که تانجانت وای، باز بعد از تانجانت وای که نوشته کنم دی وای بر دی ایکس هم چیکار میکنم؟ دی وای بر دی ایکس هم میکنم. تقسیم چی؟ تقسیم ایرم نوشته میکنم که کوساین وای. بعد از او به قسمت بعدی دارم که چی؟ دارم که تانجانت ایکس، باز بعد از او بر ایرم نوشته میکنم که کوساین وای. یعنی همه ای رابطه را اگه اکیم تقسیم چی کنم؟ تقسیم کوساین وای کنم. اینجا هم نوشته میکنم کوساین وای ضرب کوساین مربع چی؟ ضرب کوساین مربع ایکس، باز بعد تقسیم چی؟ تقسیم کوساین وای. خب به قسمت بعدی که از کوساین به کوساین خلاص میشه، باز بعد از او این کوساین ها که مخرج میاریم به صورت میاریم، وقتی که به صورت آوردیم این که به صورت آوردیم تبدیل به سکنت میشه. نوشته میکنیم که سکنت وای باز بعد از ضرب تانجانت وای. باز به قسمت بعدی هم دی وای بر دی ایکس چکار میکنیم؟ دی وای بر دی ایکس خود می نویسیم مثبت. این که به صورت بره نوشته میکنیم که چی؟ یعنی می کوساین به صورت که بره تبدیل به سکنت میشه. نوشته میکنیم که سکنت وای باز بعد از ضرب تانجانت چی؟ ضرب تانجانت ایکس. این هم به این خلاص میشه، میگه که مساوی میشه با کوساین مربع ایرم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم کوساین مربع ایکس. خب به مرحله بعدی یا استپ بعدی که هسته، ما برای از اینکه ایر به این شکل خطی تبدیل کنیم چیکار میکنیم؟ و شما ما سکنت وای فرض میکنیم. نوشته میکنیم که سکنت وای برابر با چی؟ برابر با ایچ. ایر که ایچ فرض کردیم از اطراف مشتق میگیریم. مشتق سکنت که بگیریم نوشته میکنیم که سکنت وای ضرب چی؟ ضرب تانجانت وای. دی وای بر دی ایکس هم چیکار میکنیم؟ میگیم دی وای بر دی ایکس. باز باز میگیم که مساوی میشه. او طرف دیگه هم داریم که h داریم، مشترکه که بگیریم نشته میگیم که dh بر چی؟ dh بر dx. برای زمین همین امین رو همیر به این مادر به این رابطه چیکار میکنیم؟ وضع میکنیم. وقتی که وضع کردیم سعی کنیم که مثلا برای ما چی درست میکنیم. خب به عوض از این رابطه، به عوض از این رابطه نوشته میکنیم که dh بر dx دیگه. به عوض سکنت وای تانجانت وای dy بر dx نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم dh بر dx جمع. اینجا داریم سکنت وای، به عوض سکنت وای نوشته میکنیم که h. h ضرب تانجانت چی؟ ضرب تانجانت x. باز بعد میگیم که مثال میشه به کوساین مربع چی؟ کوساین مربع x. ببینیم این معادله، معادله که این ای رابطه که هست میگیم که چیه؟ این رابطه میگیم که معادله خطیه دیگه. یعنی یکی از جنس y اون تو یکی از جنس چیه؟ یکی از جنس h. خب به خطی که تبدیل شد از اینجا نوشته میگنه که پی ما و شما مساوی میشه و پیر که مشخص کنیم ضریب h، ضریب h چیه؟ تانجانت. نوشته میگنه که تانجانت x. باز بعد از پی که مساوی به تانجانت x باشه من چی به دست میارم؟ انتگرال فاکتور رو به دست میارم. انتگرال فاکتور میگه که مساوی میشه به ای به توان، باز بعد از انتگرال داریم نوشته میگنه که ای به توان انتگرال. خب از اینجا نوشته میگن که ای به توان انتگرال تانجانت چی؟ تانجانت x دی x هم برای چیکار میکنیم؟ مینویسیم. خب به قسمت بعدی که هست ای خود از این هست، ای خود نه انتگرال تانجانت که بگیریم چی میشه؟ نوشتیم که ای به توان، باز بعد از نوشته میکنیم که لان سکنت x، لان سکنت x. از اینجا ایر که ساده سازی کنیم اصل از این مساوی چی میشه؟ اصل از این مساوی میشه به سکنت x. وقتی که اصل از این مساوی به سکنت x شد به استپ بعدی یا به قسمت بعدی ما میایم به سولوشن از این میام.
به سلوشن از که بیان نوشته میکنیم که h ضرب سکنت چیه؟ ضرب سکنت x باز بعد رو میگیم که مساوی میشه و انتگرال داریم. انتگرال خوش کار میکنیم؟ انتگرال خوب می نویسیم، انتگرال خوب نوشته کنیم، میگیم که مساوی میشه و انتگرال خواه ببرین انتگرال کیو، کیو ما قیمته و چنده؟ کیو ما قیمته و به این رابطه آخری که مثلا ما شما ساده ساده کردیم به این رابطه کسان ما نه پس ما نوشته میکنم که سکنت x باز برای سکنت x ضربی را نوشته میکنم که کسان ما نه بایه چیه؟ کسان ما نه بایه x باز برای دی x هم چکار میکنم؟ من نوستم میگم که مثلا میشه به سکنت x ضرب کسان ما نه بایه x که بشه تبدیل به چی میشه؟ تبدیل به کسان x میشه چرا که سکنت معکوس کسانه هر چی که خود معکوس خود ضرب بشه خلاص میشه متوی منابع یکی باش کار میشه باقی میمونه انتگرال می نویسیم انتگرال که نوشته کردیم باز بعد به استپ بعدی نوشته میکنیم که انتگرال کوساین x دی x انتگرال کوساین x دی x ما شما چیکار میکنیم میگیریم خب انتگرال کوساین x دی x که ما شما بگیریم انتگرال کوساین میگیم که مساوی چی میشه مساوی به ساین میشه خب بعد از اون نوشته میکنیم که h ضرب سکنت چی ضرب سکنت x مساوی میشه انتگرال کوساین گرفتیم نوشته میکنیم که ساین x جمع چی جمع سی می نویسیم بعد از جمع سی که نوشته کردیم به استپ بعدی h قیمت و مساوی چی میشه h میگن که قیمت و مساوی میشه به سکنت y ایر پس به اونجوش کار میکنه به اون معادله آخر وضع میکنیم به وضع h نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که سکنت چی سکنت y باز بر از ضرب سکنت x را خود داریم ضرب سکنت x مساوی میشه به نوشته میکنیم که ساین x مثبت چند مثبت سی ان به شکل این سوال کلا چیکار میشه کامل میشه سوال جواب به دست میاد که جواب عبارت از چیه جواب عبارت از سکنت x ضرب سکنت y باز برای میگیم که مثلا میشه به ساین چی مثلا میشه به ساین x میام به استپ بعدی یا به سوال بعدی میام به سوال بعدی که ما شما داریم این سوال برای ما شما dy بر dx مثبت x ساین dy مثلا میشه به x به توان 3 ضرب کوساین منبع y دیگه مشکلی نداره یک مشکل خیلی حاد و شدیدی که هسته یه که امی x به توان 3 کوساین مربع یعنی این دو فنکشن یا دو تا تابع با حد ضرب ما اجازه نداریم که این دو تا تابع باشه باید یک تابع باشه پس اطراف تقسیم چی میگن تقسیم کوساین مربع y میکنم به خاطر اینکه اینجا dy تقسیم dx داریم تقسیم کوساین مربع میکنم اگه ما dx بر dy میداشتیم اطراف تقسیم x به توان 3 میکنم خب از اینجا من پس کسرا خود کار میکنم در نظر میگیرم دو کسر به یک طرف مساوات یک کسر دیگه به طرف دیگه مساوات باید بر از اون اینجا نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که dy بر dx dy بر dx که نوشته کردیم به اینجا داریم چی داریم که تقسیم کوساین مربع میکنیم اطراف تقسیم کوساین مربع چی نوشته میکنیم که تقسیم کوساین مربع y باز بر از اون این قسمت دیگه هم نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که x ساین دو وای را هم انکشاف میدیم ساین دو وای گفتیم مساوی چی میشه میشه به دو ساین وای باز بعد از دو ساین وای ضرب کوساین وای خب مخرج را هم نوشته میکنیم که چی نه مخرج را هم نوشته میکنیم که کوساین به توان چند کوساین به توان دو وای خب بعد از این قسمت بعدی را هم نوشته میکنیم که x به توان 3 ضرب کوساین مربع ای را نوشته میکنیم که وای خب به مخرج هم نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که کوساین مربع ای وای بیشکل سال سازی ما ادامه داره از این یک کوساین به یک کوساین خلاص میشه دو ساین بر کوساین حاصل چی میشه حاصل تانجانت میشه اینجا هم که هسته یک کوساین به یک کوساین منبع به کوساین منبع خلاص میشه کوساین منبع که به کوساین منبع خلاص بشه تنها x به توان 3 باقی میمونه یک قسمت بعدی کوساین منبع که به صورت بره تبدیل به چی میشه تبدیل به سکنت منبع میشه خب بر صورت نوشته میکنیم که سکنت منبع وای ضربی را نوشته میکنیم که دی وای بچه دی وای بر دی اکس باز از اون مثبت این جمع میرسیم که چی نوشته میکنیم که چی باید بنویسیم نوشته کنیم که دو اکس ضرب نوشته میکنیم که دو اکس ضرب ای را نوشته میکنیم که تانجانت چی ضربی را نوشته میکنیم که تانجانت وای باز بر از اون میگیم که مثلا میشه به چی مثلا میشه به اکس به توان سه بعد از اینکه چون موضوعات صورت گرفتن باز به استپ بعدی یا به قسمت بعدی ما چیکار میکنم من همین تانجانت x فرض میکنم تانجانت y فرض میکنم نشون میدم تانجانت y برابر با چی برابر با h از اطراف مشتق میگیرم مشتق بگیرم مشتق تانجانت دیگه بگیرم چی میشه میشه به سکنت مربع y باز بر دیگه نشون میکنیم که dy بر dx میگیم که مساوی میشه به اون طرف هم h رو نشون میکنیم که dh بر dx
به استپ بعدی که هست همین قیمت ها رو، همین قیمت ها رو معادله آخره با معادله آخری دوم یعنی second last equation چیکار میکنه؟ وضع میکنه. وقتی که وضع کنیم به عوض از این رابطه نوشته میکنیم که دی اچ بعد دی اکس دو خود از یاست x هم خودونه به واسطه اون تو وای هم چی نوشته میکنیم؟ h نوشته میکنیم. پس نوشته میکنیم که دی اچ بعد دی اکس مضاد مثبت ها ایرم نوشته میکنیم که دو x h میشه، یعنی که دو x h شد میگیم که مساوی میشه و x بتا 1 چند؟ x بتا 1 سه. به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هسته ما شما پیر مشخص میکنیم، پیر میگیم که مساوی میشه و ضریب چی؟ ضریب h، ضریب h که هسته چیه؟ 2x. نوشته میگیم که 2x. وقتی که پی ما مساوی 2x باشه ما انتگرال فاکتور رو چیکار میکنیم؟ محاسبه میکنیم، میگیم که مساوی میشه به ای بتا 1 انتگرال می نویسیم، نوشته میگیم که ای بتا 1 انتگرال خب پی دی اکس، یعنی نوشته میگیم که 2x ان دی اکس. وقتی که 2x دی اکس نوشته کردیم میگیم که مساوی میشه به این انتگرال بگیریم میشه ای بتا 1 x بتا 1 چند؟ ای بتا 1 x بتا 1 2. خب ببینین از اینجا انتگرال فاکتور با بحث اومد، انتگرال فاکتور که به دست اومد پیشرفت خیلی خوبی داره. ما شما دیگه پس سولوشن از این نوشته میکنیم که h ضرب انتگرال فاکتور، انتگرال فاکتور قیمت از ای بتا 1 x بتا 1 چند؟ ای بتا 1 x بتا 1 2. باز باز میگیم که مساوی میشه. از اینجا انتگرال می نویسیم، انتگرال که نوشته کردیم نوشته میکنیم که انتگرال باز باز می نویسیم که انتگرال x به توان 3 یا q متوجه شدیم؟ خب نوشته میکنیم که انتگرال x به توان 3 یا q باز باز ضرب e به توان x به توان این را نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که 2. خب وقتی که رقم نوشته کردیم dx را چیکار میکنیم؟ dx را می نویسیم، اما اینجا بعد e بیاریم نوشته میکنیم که e به توان بیشتر. بعد از اون اینکه ما به شما به این شکل نوشته کردیم بیان که استپ دیگه بیر مثال سازی میکنم. اون استپ که هسته انتگرال چیکار میکنم؟ انتگرال خود می نویسم، انتگرال خود نوشته کردم باز باز به یاد x به توان 3 نوشته میکنم که x مربع ضرب چی؟ x مربع ضرب e به توان x به توان اینا نوشته میکنیم که 2. باز بعد از اون اینجا می نویسیم چی؟ نوشته میکنیم که x و دی x، یعنی فقط به عوض از این x مقرب که هسته به عوض از این x مقرب نوشته کنیم که x مربع ضرب x دیگه متوجه شده؟ خب به خاطر که ما به این آینده و چکار دارم نیاز دارم. بله زو به قسمت بعدی که هسته من چکار بکنم؟ به قسمت بعدی من میارم ایر فرض میکنم. وقتی که فرض کدوم من چی فرض میکنم؟ نوشته میکنم که x مربع، x مربع میگم که مساوی چی باشه؟ مساوی به h باشه یا h داریم مساوی به u. وقتی که x مربع و مساوی به u باشه از اطراف مشتق بگیریم، مشتق x مربع بگیریم چی میشه؟ 2x dx مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به du. خب این که مساوی به du باشه ما به اینجی به داخل سوال ما x و dx داریم، اما اینجا 2x و dx داریم، پس اطراف تقسیم 2 میکنیم. اطراف که تقسیم 2 کردیم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که x و dx مساوی میشه به 1 بر چند؟ 1 بر 2 du. خب بعد از اینکه یکی بعد دیو برای از این برنوشتیم همه قیمت ها رو اینجا چیکار میکنیم؟ وضع میکنیم. این که اینجا وضع کردیم ببینید به قسمت بعدی ما و شما ما داریم که h ضرب باز باز e به توان x به توان 2. خب بعد از اون میگیم که این مساوی میشه به انتگرال داریم، انتگرال که داریم نوشته میکنیم که انتگرال باز بعد از اون ببینید به قبه وضع x مربع ما چی نوشته میکنم؟ u نوشته میکنم. خب به معنی از x و dx هم یکی بر دو دیو نوشته میکنم، اما یکی بر دو از انتگرال بیرون می نویسم. وقتی که یکی بر دو از انتگرال بیرون نوشته کردم نوشته میکنم که یکی بر دو باز بر از یکی یکی بر دو شد اینجا نوشته میکنم که u ضرب e به توان چی؟ e به توان u باز بر از اینجا نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که دیو. بعد از اون یکی رقم شد میگیم که مساوی میشه به یکی بر دو که اصلا به جز کاری نداریم، انتگرال از این که بگیرین حاصل از چی میشه؟ حاصل از این میشه به u e به توان چی؟ e به توان u منفی ای بتا 1 چند؟ ای بتا 1 یو. باز بعد از اون ایران نشته میکنه که مثبت چی؟ مثبت سی. به استپ بعدی که هسته من نوشته میکنم که h ضرب ای بتا 1 چی؟ ای بتا 1 x بتا 1 2 خود از یه هسته. وقتی که نوشته کردم میگم که مثلا میشه و یکی بر دو خود نه یکی بر دو که خود از یه هسته ای بتا 1 یو چکار میکنیم؟ ای بتا 1 یو ما فاکتور میگیریم. وقتی که فاکتور گرفتیم حاصل از چی میشه؟ حاصل از این میشه به یو منفی چند؟ یو منفی یک میشه. از وضع مثبت سی هم چیکار میکنم می نویسم. به استپ بعدی همی کیمیت هایی که ما شما داریم چیکار میکنم؟ کیمیت هایی رو به جان وضع میکنیم. به وضع h، h مساوی به چی بوده؟ h مساوی به تانجانت y. الان من جلو می نویسم نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که تانجانت y باز بعد از نوشته می تانجانت y ضرب e به توان x به توان 2 باز بعد از
میگم که مساوی میشه با یکی بر دو خود از ای هستن. از اینجا نوشته میکنم که ای و توان هم به عوض یو هم چی نوشته میکنم؟ به عوض یو هم یو ما چی بوده؟ یو ما مثلا به اکس مربع بوده. به عوض از ای هم شما تبدیلی خوبه نوستم با دو دویرم که نوشتم میگم که ای و توان هم اکس و توان هم دو. خب باز من از این ضرب قوس هم داریم که اکس و توان دو منفی چند؟ منفی یک مثبت هم مفصی. به استپ بعدی که هست من اطراف تقسیم ای به توان x مربع میکنم، اطراف که تقسیم ای به توان x مربع کنم، ایر که تقسیم ای به توان x مربع کنم چی میشه؟ تانجانت و y میشه. کلمه نوشته میکنم که تانجانت و y مساوی میشه و یکی بر دو که خودم به یکی بر دو کاری ندارم چون بالات از ضرب. این حده که تقسیم ای به توان x مربع بکنم چون خود از اینا همه ای بالات ضرب ان ای به توان x مربع دارن با ای به توان x مربع خلاص میشه. حاصل فقط نوشته میکنیم که x مربع منفی چند؟ منفی یک. باز برای جمع مثبت ایرم نوشته میکنیم که c بر ایرم نوشته میکنیم که e به توان x به توان دو به شکل. بعد از اون به استپ بعدی که هسته امی ای به صورت میه، ای که به صورت آمد علامه توانی چی میشه؟ علامه توانی منفی میشه. نوشته میکنیم که تانجانت y مثلا میشه به یک بر دو. باز بعد از ویرم نشته میکنیم که x مربع منفی چند؟ منفی یک. باز بعد از ویرم مثبت سی ضربه اینجا نشته میکنیم که ضربه ای به توانه نشته میکنیم که ای به توانه منفی x به توانه دو. خب بیشن بعد از ویرم هنی سوال کلن چکار شد؟ حل شده که انشالله که شما این سوال را هم فهمیده باشین. خب دیگه بیشن کنم سعی میکنه که سوال دیگه هم اگه داشته باشیم میه به سوال بعدی میه. بله سوال دیگه هم داریم، سوال دیگه هم که داریم به این شکل سوال نوشته شده. باز بعضی ما شما بچه ها کنیم باید که کار کنیم به قسمت اول که هسته ببینیم به قسمت اول ما اینجا دیوی بر دیکس داریم اما اینجا حد ثابت یا حد پیوری از x تنها نداریم. وقتی که نداشته باشیم اطراف ضرب کوساین وای میکنیم که حداقل همین کوساین وای از بین بره یا کوساین وای بالا تقسیم به طرف یه بالا ضرب میشه. نوشته میکنیم که کوساین چی؟ کوساین وای ضرب دی وای بر چی؟ دی وای بر دی اکس. باز بعد میگیم که مثلا میشه با اینجا نوشته میکنیم که ساین اکس ضرب کوساین چی؟ کوساین اکس. باز بعد می نویسیم که منفی ساین وای ضرب را نوشته میکنیم که کوساین اکس مساوی میشه با دیگه. خب مساوی به استپ بعدی می نویسیم فقط همین کوساین اکس رو داخل ضرب کنیم. خدا از اینکه ضرب کنیم شد کوساین اکس کوساین اکس، خدا از وای که ضرب کنیم شد که ساین وای کوساین اکس. دیگه به استپ بعدی یا به مرحله بعدی ما و شما چیکار میکنیم؟ ما و شما از اینکه ساین داره این طرف میریم نوشته میکنیم که کوساین چی؟ کوساین وای ضرب دی وای بر دی اکس. باز من از اون نوشته میکنیم که مثبت ساین وای ضرب کوساین چی؟ ضرب کوساین اکس مساوی میشه و نوشته میکنیم که ساین اکس این رو مینویسیم که کوساین اکس مینویسیم. خب بعد از اون به استپ بعدی نیاز به این داریم که معادله به لینیر تبدیل کنیم. از اینجا نوشته میکنیم که ساین وای چی فرض میکنیم؟ اچ فرض میکنیم. ساین وای که اچ فرض کردیم مشتق ساینی که بگیریم چی میشه؟ میشه به کوساین وای. نوشته میکنیم کوساین وای دی وای بر دی اکس را چیکار میکنه؟ مینویسیم نوشته میگه دی وای بر دی اکس. باز بعد از اون میگیم که مثلا میشه به دی اچ بر دی اکس مینویسیم. خب بعد از اون به استپ بعدی به اینجا به ایوان از این کوساین وای دی وای بر دی اکس نوشته میگیم دی اچ بر دی اکس. اینجا به ایوان ساین وای چی نوشته میکنیم؟ اچ نوشته میکنیم. خب از اینجا نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که دی اچ بر دی اکس. دی اچ بر دی اکس مثبت دارم که ساین وای. به ما ساین وای چی نوشته میکنیم؟ نوشته که h ضرب کوساین چی؟ h ضرب کوساین وای باز بر کوساین اکس ببخشید. میگن که مثلا میشه به اون طرف هم هرچی که هست خود ساین اکس ضرب کوساین اکس. خب معادل تبدیل به چی شد؟ تبدیل به معادل خطی یا لینیر شد. ما چیکار میکنیم؟ ما نوشته میکنیم که پی ما و شما مساوی میشه به چی؟ پی ما و شما مساوی میشه به کوساین اکس. خب پی ما که مساوی به کوساین اکس باشه انتگرال فاکتور رو محاسبه میکنیم، میگیم که مساوی میشه به ای به توان انتگرال نوشته میکنیم. نوشته که ای به توان انتگرال خب انتگرال کوساین اکس مینویسیم. انتگرال کوساین اکس دی اکس میگیم که مساوی میشه به خب انتگرال کوساین که بگیریم چی میشه؟ ساین میشه. پس نوشتیم که ای به توان ساین اکس. خب به استپ بعدی ای که ای رقم شد میگیم به قسمت سلوشن از این، میگیم به قسمت سلوشن از این که آمدیم به قسمت سلوشن یا به قسمت حل از این نوشته میکنیم که ایچ ضرب انتگرال فاکتور. انتگرال فاکتور ای به توان ساین اکس نوشته میکنیم که ای به توان ساین اکس مساوی میشه. باز بعد از اون می نوشتیم چی؟ نوشته میکنیم که انتگرال
انتگرال اینجی ما شما چی داره؟ اینجی ما شما داریم که ساین x کوساین x نوشته میکنیم که ساین x کوساین x باز بعد رو ایران میریزیم که ای بتا 1 ساین چی؟ ساین x دی x رو هم چی کار میکنیم؟ دی x رو هم میریزیم. خب بعد از اوکی رو هم نوشتیم به استپ بعدی ما شما چی کنیم؟ بعد این ساده سازی کنیم. ساده سازی از این به این صورت خب که ما شما ساین x یک یو ای چیزی فرض کنیم. ساین x مثلا میشه به چی؟ مثلا میشه به یو. وقتی که ساین x یو باشه از اطراف مشتق میگیریم. مشتق ساین که بگیریم چی میشه؟ نوشته میکنیم که کوساین x باز بعد از این هم نوشته میکنیم که چی؟ نوشته میکنیم که کوساین x که نوشته کنیم باز بعد دی وای بر دی ایکس هم مینویسیم. دی وای بر دی ایکس هم که نوشته میگیم که مثلا اون چرا این هم مینویسیم که دی یو بر دی ایکس مینویسیم. خب بعد از اینکه ایران دی وای بر دی ایکس نوشته کنیم همین کیمیاتور چیکار میکنیم؟ همین کیمیاتور ملاته یعنی که سعی کنیم از اینجا دی ایکس میگیم که به دی ایکس خلاص کوساین کوساین ایکس دی ایکس متوجه شدن؟ خب کوساین ایکس دی ایکس میگیم که مثلا میشه به چی؟ مثلا میشه به دیگه خب بعد از اینکه اینجا جا نداریم من این رقم نوشته میکنم من نوشته کردم که ساین ایکس چی فرض کردم؟ ساین ایکس اچ فرض کردم. وقتی که ساین ایکس یو فرض کردم ساین ایکس که یو فرض کردم مشتق بگیریم نوشته میکنیم که کوساین ایکس دی ایکس مثلا میشه به چی؟ مثلا میشه به دی ایکس. همین قیمت ها رو بزنجی بالا وضع میکنیم. وقتی که بزنجی بالا ما این قیمت ها رو وضع کردیم به قسمت بعدی خب این قیمت ها که بزنجی بالا ما شما وضع کردیم این قیمت ها که ما شما بزنجی بالا وضع کردیم نوشته میکنیم چی میشه؟ میشه به h ضرب ای به توان ساین x خود مینویسیم میگیم که مثلا میشه به انتگرال خود از این هست انتگرال که خود از این باشه باز بعد از اون ما شما به قسمت بالا چی داریم؟ ما شما به قسمت بالا داریم که ساین x به واسه ساین x چی نوشته میگیم؟ یو نوشته میگیم. به واسه کوساین x دی ایکس هم دی اچ نوشته دی یو نوشته میگیم. پس اینجا مینویسیم چی نوشته میگیم که یو ای به توان چی ای به توان یو ای را مینویسیم چی نوشته میگیم دی یو میگیم که مثلا میشه به این که انتگرال بگیریم میشه به یو ای به توان چی ای به توان یو منفی ای به توان ای را نوشته میگیم که یو مثبت 3 هم چیکار میکنه مینویسیم میگیم که مثلا میشه به بعد از اون ببینن میگیم که به استپ بعدی نوشته میکنیم به واز h قیمت رو مینویسیم h ما قیمت رو مساوی چیه h ما میگیم که قیمت رو مساوی میشه به ساین y. خب به واز h نوشته میکنیم که ساین y نوشته میکنیم که ساین y باز بعد از اون ضرب ای به توان اینا نوشته میکنیم که چی نوشته میکنیم که ساین x باز بعد از اون میگیم که مساوی میشه به ای به توان یور فاکتور میگیریم ای به توان یور که ما شما فاکتور گرفتیم اصل از چی میشه؟ اصل از میشه به یو منفی یک میشه. وقتی که یو منفی یک شد مثبت 3 هم چیکار میکنه مینویسیم باز باز میگیم که مثلا میشه به عوض یو هم قیمت چیکار رو میکنیم وضع میکنیم نشون که ای به توان ساین ایکس باز بعد از اون ضرب اینجا نشون میکنیم که منفی یک مثبت ساین ایکس یعنی به عوض ساین ایکس منفی یک ایتر نشون میکنیم که منفی یک مثبت ساین ایکس مثبت 3 هم که اصلا خودنه بده کاری نداره. ببینیم به استپ بعدی این حد که ما تقسیم ای به توان ساین ایکس کنیم حاصل چی باقی میمونه؟ حاصل میمونه که ساین وای. وقتی که حاصل ساین وای باقی مونده یعنی که مثلا میشه این حد که تقسیم ای به توان ساین وای کنیم خلاص میشه حاصل چی باقی میمونه؟ منفی یک مثبت ساین چی مثبت ساین ایکس باقی میمونه. باز باز مثبت سیرم تقسیم چی میکنیم؟ سیرم تقسیم ای به توان ساین ایکس میکنیم. وقتی که رقم شد میگیم که مثلا میشه به استپ بعدی مثل گذشته که هست فقط امی به صورت میره علامه توان چی میشه؟ علامه توان منفی میشه. دیگه نوشتن که ساین وای مثلا میشه و منفی یک یعنی که دیگران رو میارم به این طرف دیگه این طرف که آورد نوشته میگنم که منفی ساین چی؟ منفی ساین ایکس باز باز مثبت یک مثلا میشه و ایرم نوشته میکنم که سی ضرب ای به توان منفی ساین چی؟ منفی ساین ایکس. این به شکل این سوال هم چیکار میشه؟ این سوال هم کامل میشه؟ میه بیا قسمت نیم به خاطر که من چه دارم ما واکر دارم مداشتن. خب ببینیم برای از اینکه ما شما بفهمیم که این انتگرال چی؟ این انتگرال ما چون که بیاد شما هست یعنی مداشتن این رقم نشته میکنیم که چی؟ نشته میکنیم که انتگرال انتگرال بگیره باز بعد از اون نشته میکنیم که یو ضرب باز بعد از اون توان یعنی چه؟ توان یعنی اکسپوننشیال اکسپوننشیال آف یو نوشته میکنم مدازم. خب یعنی یو ای به توان یو به داخل سافتویر ایتا نوشته میشه کام یو رو انکه بدهیم. خب بیش انکه بعد از اون نوشته میگیم که چی؟ میگیم که این مثلا میشه ای به توان یو ضرب باز بعد از اون ضرب ایرم نوشته میکنیم که ضرب منفی یک مثبت چی؟ مثبت یو.
ببینید امیر با همین جوابی که ما شما مثلا چیکار کنیم، با همین جوابی که ما شما داریم ایر مقایسه میکنم. وقتی که ما شما مقایسه کنیم اندمی استپ ما ایر چیکار میکنم؟ این جواب کامپیوتر رو نوشته میکنم، جواب کامپیوتر رو نوشته میکنم ای و توانه یو ضرب منفی یک و مثبت ای رو نوشته میکنم که چی باش گیری رو هم بنویسم. خب ببین از اینجا ما داریم چی داریم که ای و توانه یو ان ای و توانه یو اینجا داریم که یو منفی یک مو منفی اینجا داریم ما نوشته کنیم که یو منفی یک تا داخل صفحه هر منفی یک مثبت یو نوشته کنیم که جواب هر دو تا بعد دیگه چیه بعد دیگه مساوی. خب کیس این موضوع هست به استپ بالا به استپ پایین هر دو تا چیکار شده بود اگه تکرار شده ان شاء الله که گرفته باشیم. خب بعد از اون میایم به قسمت بعدی، میایم به قسمت بعدی که هست یک سوال دیگه داریم، این سوال رو هم کار میکنیم، باز بعد از این بحث کار میکنیم، قبول میکنیم دیگه ان شاء الله که به همین 4 5 سوال شما یاد بگیرید. خب فقط مشکلی که این سوال داره اینه که همین x y مربع یعنی دو تا تابع یا دو تا فانکشن داره، پس من چیکار میکنم؟ اطراف تقسیم y مربع میکنم. اطراف که تقسیم y مربع کردم من کسرا خور مثلا می نویسم، وقتی که نوشتم میگم که این مثلا میشه و این خور کسرا ما کن. اینجا می چی دارم؟ dy بر dx دارم، نوشته میکنم که dy بر dx، dy بر dx که نوشتم باز برزویم اینجا چی میه؟ y مربع میه، نوشته میکنم که y مربع باز برزویم اینجا نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که y بر چی؟ y بر x باز برزویم بر اینجا نوشته میکنم که چی؟ نوشته میکنم که y مربع. به قسمت بعدی هم داریم که x y مربع باز بعد از بر اینم نوشته میکنیم که چی بر اینم نوشته میکنیم که y مربع. خب یعنی من اطراف تقسیم چی کردم؟ اطراف تقسیم y مربع کردم، اطراف تقسیم y مربع کردم به این شکل y مربع میه به صورت میه نوشته میکنیم چی میشه؟ میشه با y به توان منفی 2. خب y به توان منفی 2 dy بر dx باز بعد از میگم که مثبت یک y به یک y چیکار میشه؟ خلاص میشه نوشته میکنیم که 1 بر x y باز بعد از مساوی میشه به یک وای مربع به وای مربع خلاص میشه. حاصل چی باقی میمونه؟ حاصل x باقی میمونه. حاصل از اینکه x باقی مونده که به قسمت بعدی یا به استپ بعدی ما یک بر وای، یک بر وای چی فرض میکنم؟ h فرض میکنم. این h که فرض میکنم یعنی سر و نام ایدری ما تو شما میتونه هر چیزی فرض کنه مدرج نه. خب میر ایده هم نوشته میکنم وای به توان منفی 1 مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به h. خب یعنی چی؟ یعنی من این به صورت اون معلوم توانشی شد منفی شد. به استپ بعدی که چیکار میکنم؟ مشتق میگیرم. مشتق دیگه بگیرم نوشته میگیرم منفی وای به توان منفی 2 باز من از اینجا میرسم که دی وای بر چی؟ دی وای بر دی ایکس میگم که مساوی میشه به دی اچ بر دی ایکس مینویسم. خب وقتی که دی اچ بر دی ایکس نوشتم به استپ بعدی اینا چیکار میکنیم؟ اطراف رو منفی ضرب میکنیم. اطراف رو ما شما منفی ضرب کردیم باز بعد از اون سعی میکنیم که چی میشه مناسب چون که اینجا به بالا وای به توان منفی 2 دی وای بعد ایکس داریم اینجا منفی نداریم، پس نوشته میکنیم که وای به توان منفی 2 باز بعد از اون دی وای بعد چی؟ دی وای بعد ایکس هم نمیشه دی وای بعد دی ایکس میگیم که مساوی میشه به منفی دی اچ بعد چی؟ منفی دی اچ بعد دی ایکس میشه. خب وقتی که رقم نوشته کردیم ببینید به عوض از این نوشته میگن که منفی دی اچ بر دی ایکس باز بعد به عوض از این هم به عوض چی؟ به عوض یکی بر وای یعنی چی نوشته میکنیم؟ اچ نوشته میکنیم. خب راه برای ما باز شد، نوشته میکنیم که منفی دی اچ بر دی ایکس باز بعد از منفی دی اچ بر دی ایکس نوشته میگن مثبت نوشته میگن که اچ ضرب چی؟ ضرب یکی بر ایکس باز بعد از میگم که مساوی میشه به مساوی میشه به چی؟ مساوی میشه به x. بعد از اینکه این مساوی به شده اگر اطراف رو منفی ضرب میکنیم چون شکل عمومی تبدیل باشه نوشته میکنیم که دی اچ بر دی ایکس منفی چی؟ منفی را نوشته میکنیم که h ضرب 1 بر x باز بعد نوشته میکنیم ضرب 1 بر x باز بعد میگیم که مساوی شده به چی؟ مساوی شده به x. خب به استپ بعدی یا به مرحله بعدی که هست ما شما چیکار میکنیم؟ پی رو مشخص میکنیم، میگیم که پی مو مساوی میشه به چی؟ پی مو میگیم که مساوی میشه به منفی 1 بر x که همین نوشته کردم پی مو مساوی به منفی 1 بر x شده. به استپ بعدی فورا انتگرال فاکتور محاسبه میکنیم. خب نوشته میکنیم که انتگرال فاکتور مساوی میشه به ای به توان باز بعضو انتگرال داریم که من انتخاب میکنم انتگرال باز بعضو ببینید پی دی ایکس پی مو قیمت منفی 1 بر ایکس را نوشته میکنیم که منفی 1 بر چی؟ منفی 1 بر ایکس دی ایکس را چیکار میکنم؟ دی ایکس را مینویسم وقتی که دی ایکس را نوشتم میگم که این مساوی میشه به خب مساوی میشه به از اینجا ای خود از این هسته ای خود از این هسته به توان خب ببخشید ای به توان منفی لان چی میشه؟ منفی لان ایکس میشه. خب وقتی که ای به توان منفی لان ایکس ساده سازی کنیم میگیم که این مساوی میشه به ای به توان خب
نوشتیم که ای به توان لان یکی بر چی؟ یکی بر x می‌نویسیم. خب وقتی که ای به توان لان یکی بر x نوشته کردیم، این که ساده سازی کنیم، ما و شما حاصل از این مساوی چی میشه؟ مساوی به یکی بر x میشه. خب حاصل از اینکه مساوی به یکی بر x شده، ما به قسمت چی میایم؟ میایم به قسمت سولوشن یا حل از این، به قسمت حل از اینکه ما و شما اومدیم نوشته میکنیم که چی؟ چون که مال از جنس h نوشته میکنیم که h ضرب خب یکی بر چی؟ یکی بر x. باز بازم میگیم که مثلا میشه انتگرال داریم، انتگرال خود انتخاب میکنیم، انتگرال خود انتخاب کردیم، اینجا داریم چی؟ داریم که x باز بازم ضرب یکی بر چی؟ یکی بر x. دی x رو هم چیکار میکنیم؟ دی x رو هم بنویسیم، میگیم که مثلا میشه یکی بر x به یکی بر x خلاص میشه، انتگرال دی x باقی میمونه، انتگرال دی x هم میشه و x هم مثبت چی؟ x هم مثبت 3. خب بعد از اون اینکه x هم مثبت 3 شد، به استپ بعدی ما شما چیکار میکنیم؟ به استپ بعدی نوشته میکنیم که ریوز h، h ما قیمتی رو چی بوده؟ h ما قیمتی رو یکی بر y بوده. این چی کار میکنیم؟ بنوشته میکنیم که یکی بر y، یکی بر y باز بالا تو ضربه یکی بر چی؟ یکی بر x. میگیم که مثلا میشه و x مثبت چند؟ x مثبت 3. باز بالا تو این نوشته میکنیم که یکی بر x y مثلا میشه و x مثبت چند؟ x مثبت 3 مینویسیم. یعنی این سوال هم خیلی به درستی و خوبی کامل میشه، انشالله یاد گرفته باشین. تشکر از توجهتون.